چرا ایران پروژه تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به این میرساند رقیب برای خط لوله صلح میداند؟ این سوالی است که پس از تحولات اخیر منطقه‌ای به خصوص در ایران بحث برانگیز شده است. به دنبال اعلام ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان که از آغاز عملیات ساخت خط لوله در افغانستان خبر داد، نگرانی ها درباره سرنوشت صادرات گاز ایران به هند و پاکستان بیشتر شد. ایران در حال حاضر درگیر یک قرارداد نیمه تمام با پاکستان است که سال 2002 تا اکنون بلا تکلیف مانده است. این قرارداد که زمانی به خط لوله صلح معروف بود، قرار بود که گاز ایران را از طریق خط لوله به پاکستان و سپس به هند برساند. اختلافات بین پاکستان و هند از یک سو و تحریم ها به ایران باعث شد که خط لوله صلح تا مرزهای پاکستان برسد، اما پاکستان عملا وارد آن نشد. همزمان با این موضوع، ترکمنستان به سرعت در حال افزایش تولید و یافتن بازارهای تازه برای گاز خود می باشد. پروژه‌ای که در حال اجرا است به رقیب بزرگی در حوزه گاز برای ایران تبدیل شد. این کشور حالا از طریق خط لوله گاز خود از سمت شرق هم به سرعت در حال کار است که گاز خود را از طریق افغانستان به هند برساند. و رسیدن گاز ترکمنستان به هند یعنی از دست رفتن بازار گاز ایران که میلیون ها دلار برای احداث این خط لوله هزینه کرده است از دست می دهد. ترکمنستان ساخت بخش مهم از خط لوله ترکمنستان افغانستان پاکستان هند یعنی تاپی را از سر گرفته است. پروژه بزرگ در 11 سپتامبر 2024 طی مراسم با حضور رهبران ترکمنستان و افغانستان این پروژه سرانجام دوباره شتاب گرفت. خط لوله تاپی به عنوان یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه های زیربنایی آسیای مرکزی است که عواید خوب کشورهای سهیم این پروژه بزرگ دارد. پروژه تاپی نخستین بار در اوایل دهه 2000 طراحی شد. هدف اصلی آن انتقال ذخایر عظیم گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس هند است. انتظار می رود این خط لوله به طور قابل توجه اقتصاد این کشورها را تقویت کند و به عنوان نماد بالقوه ثبات در منطقه باشد. در چنین شرایطی این خط لوله می تواند مناسبات انرژی در شرق آسیای میانه تغییر دهد. این خط لوله به طول 1814 کیلومتر از ترکمنستان از طریق خاک افغانستان و پاکستان به هند امتداد خواهد داشت. بر اساس این قرارداد 30 ساله ترکمنستان سالانه 33 میلیارد متر مکعب که یعنی 90 میلیون متر مکعب در روز گاز صادر خواهد کرد. این مقدار بین افغانستان، هند و پاکستان توزیع می شود. هند و پاکستان هر کدام 38 میلیون متر مکعب و افغانستان 14 میلیون متر مکعب گاز دریافت خواهند کرد که بر اساس برآوردهای هزینه اجرای این طرح حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود. خط لوله گاز تاپی مجموعاً 1814 کیلومتر طول دارد که از این جمله 207 کیلومتر آن در داخل خاک ترکمنستان بوده و 778 کیلومتر از خاک افغانستان و 826 کیلومتر از خاک پاکستان تا سرحد هند میرسد. طول خط لوله صلح ایران به هند 2700 کیلومتر بود و قرار بود گاز صادرات ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش بینی شده بود در صورت توافق نهایی 1100 کیلومتر از این خط لوله در ایران و 780 کیلومتر در پاکستان و 600 کیلومتر در هند احداث شود. تحت این پروژه خط لوله 1931 کیلومتری برای انتقال گاز ایران به پاکستان که شامل 1150 کیلومتر خط لوله در داخل ایران و 781 کیلومتر خط لوله در داخل پاکستان است احداث خواهد شد. هر دو کشور ملزم به اجرای این پروژه در خاک خود بودند. طبق توافقنامه قرار بود عرضه این پروژه تا جنوری سال 2015 آغاز شود. ایران در حال حاضر ساخت بیش از 900 کیلومتر از این خط لوله را در داخل خاک خود تکمیل کرده، در حالی که 250 کیلومتر بخش باقی مانده هنوز ساخته نشده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده، ایران در قرارداد خط لوله صلح
متحد شده که تا مدت 25 سال گاز خود را با قیمت توافقی به هند و پاکستان بفروشد. اگرچه قرار بود این پروژه در سال 2014 و بهره برداری برسد، که با کنار کشیدن هند از این پروژه و تعلل پاکستان در ساخت خط لوله در داخل این کشور نیمه کار رها شد. پاکستان علت عدم آغاز فعالیت را ناتوانی در تأمین هزینه ها عنوان کرد و شرکت های ایرانی، روسی و چینی درخواست کرد تا به عنوان مجری ساخت خط لوله مشارکت کنند. فواید اقتصادی پروژه تاپی. این یک پروژه انرژی است. بنابراین واضح است که امروزه انرژی شرط بنیادی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. به ویژه برای افغانستان، مزایای مستقیم این پروژه را می دان به شهر زهر اخلاص کرد. ویس ترانزیت. از آنجایی که این خط لوله از خاک افغانستان به هندوستان و پاکستان می گذرد، بر اساس توافقات پاکستان و هندوستان موظف هستند سالانه مبلغ معین هزینه ترانزیت به افغانستان را بپردازند. اگرچه توافقنامه ترانزیتی میان افغانستان، هند و پاکستان هنوز نهایی نشده است، اما بر اساس توافق و محاسبه‌های اولیه در سال 2012 هر کشور سالانه حدود 212 میلیون دلار آمریکایی به عنوان هزینه ترانزیت دریافت خواهد کرد. ایجاد فرصت‌های شغلی. بر اساس پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های اولیه، پروژه تابی می‌تواند هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان ایجاد کند که تعداد دقیق شغل‌ها ممکن است به شرایط خاص پروژه و مراحل اجراییان بستگی داشته باشد. دسترسی به انرژی دوامدار. با توجه به اینکه خط لوله تاپی از دو ولایت مهم صنعتی و تجاری افغانستان یعنی هرات و قندهار عبور میکند، این ولایت ها از انرژی ارزان و پایدار بهره‌مند خواهد شد. در کنار این پروژه بزرگ، پروژه های دیگر نیز در حال تطبیق هستند، از جمله راه آهن، پروژه برق 500 کیلوواتی و فایبر نوری که ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان متصل می کند. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم کشور، 12 پمپ فشار در مسیر پروژه خط لوله گاز تاپی نصب خواهد شد. 5 تن آن در افغانستان با هزینه معادل 1 میلیارد دلار ساخته می شود. قابل ذکر است که با تطبیق این پروژه بزرگ برای 4000 تن به گونه مستقیم و برای هزاران تن دیگر به گونه غیر مستقیم فرصت های شغلی ایجاد خواهد کرد.